از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از جامه سفیدانم، هر جامه نمی پوشم، از جامه سفیدانم، هر جامه نمی پوشم، هم ساری از ساریم، هم آتشی زردوشم، هم ساری از ساریم، هم آتشی زردوشتم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، اسماعیل سامانی دیواری بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خاراییم، دیواری بخاراییم، ما هم کوی خاراییم، دیواری بخاراییم، دیواری بخاراییم، ما هم کوی خاراییم، دیواری بخاراییم، ما هم کوی خاراییم، هم شهری فردوسی، هم شهری اقباله، هم شهری بنام حسین، هم شهری با اقباله، هم شهری با اقباله، از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از خون سیاوشم، این دراهی دوست آمد ساو بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی دوست آمد ساو دستم بگیر و خایم کن براهی دوست آمد ساو یا لابه کن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو درو نگو شعر بگو سرو نگو شب بگو سپاس ولی مقصد هم نخواه اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که اسم علی شدن نماد ایسا عدل علی جدیه و سربریدن با چیره دا سباب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزادا تقسیم و توربین به تاریخ 7000 ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط 7000 سال پیش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. گل بی رخ یار خوش نباشد، بی باده بهار خوش نباشد، بهار است و باده و یار، طرف چمن و طواف بستان بیلال اوزار خوش نباشد، رقصیدن سر و حالت گل بی صوت هزار خوش نباشد، با یار شکر لب گلندام بی بوس و کنار خوش نباشد، هر نقش که دست عقل بندد جز نقش نگار خوش نباشد، جان نه محقق است خیلی کوچکه حافظ از بحر نثار خوش نباشد، جان چرا نثار کنید، جان نثار بگیرید، جانهای بی جان ستمکاران رو بگیرید، جان نثار نکنید مهربان یاران، درود بر شما، حالتون چطوره؟ بهار اومده خوش آمده، بهار امسال
میبینید که از هر بهاری بهاری داره. گلها در فضای جهان آریایی از هر زمانی تراوتش بهتر شیرین تر. حافظ میگه یاری اندر کس نمیبینم، یاری اندر کس نمیبینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد؟ آفرین و درود لیلا. نمیخواید آواز هم بخونی برای شنوندگان؟ واقعا صدام گرفت، چون اینطور که همه ما شنیدیم میخواید یکی که از اینو بخونم. آره. ولی اگه خراب کردم دیگه با خودتون. نه خواهش میکنم، واقعا صدام گرفته. حتما خیلی شن... لاری از کاری مروفت، لاری از کاری مروفت، مر نیامد سال هاست، لاری از کاری مروفت، مر نیامد سال هاست، تا بشه خورشید و سر خیش آریایی همه گیر شده، همه جا فریاد آریایی، اوستایی، آزادی، رهایی. با مهره کی؟ تو پیرپاتاله که سجاده و مکه و کربلا و یک عمر تازی پرستی کردید و میکنید، شما ننه جونها حاجی آقا؟ نه، با مهره دختان آریایی، با مهر دختان آریایی و نسل جوان مهربان و دلیر و خردمندی که عقل رو و تاریخ گذشته رو آورده تو خونه های شما. از همه مهربانیاران عزیز سپاسگزارم که هر یک نفر شده یک لشکر و سپاه و داره با تاریکی می جنگه. هر روز که میگذره در این صفحات عمومی، شبکه‌های اجتماعی، رویش جوانهای خردمندی و آگاهی و آزادی بخشی رو میبینید. با چه ابتکارات و زیبایی‌هایی با بهره جستن از هوش مصنوعی به تو می آموزد که کیستی، چیستی و چه باید؟ در ایران باستان هر روز ماه یک نام داشت و چون در روز 19 فروردین ماه نام روز و ماه یکی می شد، جشنی به نام فروردینگان برگزار می کردند که به آن فرودوب نیز می گویند. این جشن برای مردم ایران باستان روز بزرگ داشته در گذشتگان بود. آنها با رفتن به آرامستانها بر سر مزار رفتگان خود شادی نوروز را کنار آنها برگزار می کردند. مردم ایران باستان اعتقاد داشتند که ارواح آنها می توانند در این جشن با آنها شادی کنند. در ایران باستان سوگواری معنایی نداشت و همواره جشن برگزار می کردند. نیاکان ما حتی برای مرگ عزیزانشان هم سوگواری نمی کردند، زیرا مرگ تن قانون طبیعت
حیات است، اما نام نیک است که هرگز نمی میرد. 19 فروردین روز جشن فروردینگان فرخنده باد. زیر این پست بنویسید درود بر نیاکانمان. برای آگاهی ایرانیان از آیین نیاکانمان این پست را می توانید به اشتراک بگذارید و برای شناخت بیشتر تاریخ ایران پیج تاریخ پارسی رو فالو کنید. این بچه ها رو تقویت کنید، کاراشون رو ببینید، به همه هم معرفی کنید. این کارا رو باید ببینید و این کارا رو بایستی رواج بدید، شعر بدید، هر صبح و شام برای یاران بفرستید. نه ای که سلام علیکم، انشاءالله حالتان خوب است، صبح شام بخیر. بیچاره بدبخت 1403 سال با همین حرفا خشم و خشونت و صحراگردی و استعمار و استثمار و بهره کشی و کنیز گرفتن زنانتون و غلام گرفتن شما رو براتون مقدس. ایران سرزمینی است که در آن زرتشتیان را آتش پرست، بهائیان را نجس، یهودیان را حیوان، مسیحیان را کافر و شیعیان را مسلمان می‌خوانند. این در حالی است که عرب پس از حمله به ایران، اموال و زنان و دختران ایرانی را بین خود تقسیم کردند و به آنها تجاوز کردند و برخی را به عنوان برده فروختند. گر بهشت جای هوسرانی حور و عرب است، پس همان نیک که در کوی جهنم باشد. چه بهشتی که شود قیمت ایرانی ما، چه سواری که فقط در ره ماتم باشد. شما ایرانی هستید یا تازی؟ برای دیدن مطالب تاریخی بیشتر اینجا تاریخ مدرد. آقا حالا دیگه هم پاولا گفتیم صحبت بخیر، مگه چی شد؟ حالا گفتیم سلام علیکم، چی شد؟ هر روز تذکر بدید این رو، ذهن ها روشن بشه. تا پارسی نیندیشی، پارسی ننویسی، پارسی فکر نکنی، گویشت پارسی نشه، آزاد نمیشه. کاری که دختران ما، سلحشور ما کردن، کاری که نسل جوان ما کرده، نسل جوان ما دختر و پسر سربازان دلیر آریایی با افتخار پشت سر دختران را میرن، پشت سر زنا را میرن. اون زمان سابق گذشت که آقای جلو بودو بودو بره پشت سرش زنش را بره. گذشت افسانه آن عمر کوتاه دراز. امروز دختاریایی میره جلو و جوانای سرحشور، همه قهرمان، همه پهلوان، پشت سرش میرن، پشت سرش میرن. شایسته میشه. گذشته یک آتشکده در استون امریکا افتتاح شد، گشایش یافت و در این گشایش من در کتاب من با خدا رقصیدم 500 خورده صفحه است، این بگم الان اینجا یک بار دیگه روشن کنم قضیه رو. این کتاب یه فرهنگ لغت پارسی است، همه واژه‌های عربی در زبان پارسی رو من اونجا تبدیل کردم به پارسی صریح و نوشتیم. یعنی کتاب یه دایره المعارفه، یک فرهنگ لغت، بعد تو پرانتز جلویش واژه عربی و تازی رو نوشتیم. این کتاب من با خدا رقصیدم و همه توصیه میکنم که تو خونهاتون نگه دارید اینا. ضمناً مجموعه 10 کتابه و فرهنگ لغت پارسی است. پارسی سرر اگه میخواین صحبت کنید از این کتاب استفاده میکنید. من برنامه رادیو و تلویزیونی که میرم، مخاطبم میلیون ها انسان نازنین پارسی زبان هست در سر تا سر جهان. از مهربانتون سپاسگزارم، پیامای همتون هم دریافت میکنم تا این سالها. از مهربانتون سپاسگزارم. خب وقتی من مخاطبم میلیون ها نفر هست، این میلیون ها نفر امکان داره گاهی من خیلی واژه صریح پارسی رو به کار ببرم، در گفته های من متوجه نشن و بعد از ما بگریزن، بگن یارو شکیه چطوری حرف میزنه. به همین خاطر یکی از شیوه های من از قدیم، چه در رابطه با نقد اسلام و چه در رابطه با پارسیگویی، پارسی سخن گفتن و و و و، این بوده که واژه هایی که مردم راحت تر جا افتاده بفهمن بهشون بگم، تا بیان تو باغ. وقتی اومدن تو باغ میبینن به به
چه لاله‌زاری، چه گل‌زاری، چه غنچه‌هایی و و الاخر. ببین اینو داشته باشید. پس سیاوش اوستا مخلص شماست. من با مردم پارسی زبان جهان که ایران هست، تمامی ایالت‌هاش، افغانستان هست، پاکستان هست، تاجیکستان هست، ترکیه هست، حتی تا چین من دیدم برنامه رو گوش میکنن پارسی زبان تو چین. البته قبلا گفتم میدونستم داریم، ولی حتی این با در برنامه رو اونا میبینن. خب اینها رو شما خیلی در زبان من پارسی سر صحبت بگم نمیفهمن. پس این رو داشته باشید، به خاطری که هر از گاهی واژه‌هایی رو به کار میبرم که شاید نباید ببرم، عمد دارم که همه بفهمن. حالا آتشکده‌ای در هوستون افتتاح شد. من از همه اونها که سرمایه دارن، امکانات دارن، ازشون خواهش میکنم هر جا میتونید این آتشکده‌ها رو برقرار کنید. من همینجا یک توضیح بدم، رو عربی حرف زدن، همه دوستان مهر کرده بودن، محبت کرده بودن، خیلی اینو پخش کردن، ولی یه نکته‌ای که بهتون وارد کردن شما نفهمیدید، نظام پلید اسلامی نمی ذکاوت اطلاعاتی امنیتی باید داشته باشی، حتی اگر خدای فلان هم هستی. آقا اومدن این فیلم رو منتشر کردن، زیرش نوشتن که حضور اعلی حضرتین در آتش کرده. اولا که واژه اعلی حضرتین رو اصلا به کار نمیره، واژه عربیه 100%. این دو تا اعلی حضرت، اعلی حضرت خودش عربیه. وقتی میگه اعلی حضرتین، دو تا یعنی یاسمین و پرنس رضا، و بعدم حضور، همش عربی پروی، یعنی آتش کرده شد عربستان. اون دوستانی که این رو جملگی پخش کردند، حتی شاید با امضاشون اونجا گذاشتن، اینو متوجه نشدن. ولی این از همین شیوهایی که من 40 سال دارم بهتون میگم که نفوذ تازیان در هر جایی برای چپوندن یه چیزایی. وقتی یه چیزی رو جوری میچپونن، یعنی تو برو حالا تا 1400 سال دیگه این فیلمو ببین و پایینش اگه اون باشه، آقا جان سرت کلا گذاشتن. روشن بشین، ذهنتون رو باز کنید. ها؟ هر کاری که میکنید با دقت و هوشیاری، حتی یک عکس، حتی یک فیلم رو که میخوان منتشر کنید. باری من از همه فرهیختگان و نازنین های آریا ایرانی که این هوستون اون رو افتتاح کردن، اسپانسر شدن و اینا، سپاسگزارم. خصوصا که جامعه وسیع خواهید دید در سطح جهان دیگر بار به سوی آیین اوستا، آیین زرتشت بزرگ باز خواهد. Has had a critical role in the development and progress of our great civilization. And I am confident that its impact will only continue to grow as we see among our youth today. For 4 decades, the people of Iran have unfortunately become all too familiar with the real life at Iran. More than ever, they are looking to replace such people with authority, authority. پرنس رضا پهلوی یکی از کارهای بزرگی که در زندگیش انجام داد دیگر بار این کار بود. رفت اونجا با همسر مهربانش یاسمین عزیزم و همینجا، چون من دیدم این جور کارا خیلی رژیم تازی رو عصبانی میکنه. وقتی عصبانی میکنه بیکار نمیشینن اینا، میان شروع میکنن به نیرنگ و توطئه و بازی و اذیت و آزار و اینها، و در میارن همینجور دیگه توهین و من میخوام یه نکته بهتون بگم، خوب گوش کن. تا پیش از اینکه این رنسانس فکری پدید بیاد از 40 سال پیش و همه موارد قرآن رو بگیم، سرود از خدا رو باش رقصیدیم، خواب دیدیم، از اون بالا آوردیمش پایین، بلان کردیم، پیغمبرشون این لباس آخوندین، وقتی که این جو شکست، خیلی چیزا در جهان عوض شد و خیلی انسان‌ها تغییر کرد. این تغییر یک افتخار برای فرده، یک افتخار.
همه میان حرفای سابق پرنس رضا رو بهانه میکنن که آقا یه گفت پاسارگاد نره، این گفته روحانیت فلان، این گفته اسلام اگه بره دنیا را، اینا مال قدیم بود. مثل خود شما خیلیاتون، خیلی از شما همه جدا از اسمتون علی محمد حسین خون بودین و شمایل علی گردنتون بود. روشنگری شد، شمس اومد تو زندگیتون و بعد از 40 سال فتوای اعدام دادن مولوی یهو شمس من و خدای من عوض شدید. رضا پهلوی هم عوض شده. این رضای پهلوی امروز، رضای پهلوی 10 سال پیش، 5 سال پیش، 40 سال پیش نیست. برای همینی که محبوبیتش هم در جهان فزون یافته و برای همین هم هست که نیروها پشت سرش قرار گرفته و بخاطر و خودش هم اینو به شما بگم، خودش هم بارها گفته که نمیخواد شاه بشه، قدرت بگیره، میخواد ایران آزاد بشه. این خودش گفته. برای همینی که ما 12-13 سال هم هست که پرنسس نور رو به عنوان شهریار ایران معرفی کردیم. پرنسس نور به عنوان شهریار ایران، هم قشنگه، هم خوشگله، هم زبان صحبت میکنه، همجور بسوزه اون تازیانی که نمیتونن زیبایی نور و خواهرش ایمان و فرح عزیزم رو ببینن. بسوزید و بمیرید. چون من دیدم چند تا از این پایگاه های روحانیت و آخونده و همین مزدوران نظام علنن اومدن عکسای نور رو گذاشتن، میگن این مقدر رهبر اینا بشین. آقا ما افتخار میکنیم، ما به نور با این زیبایی با این پوشش افتخار میکنیم. احمق، ما که مثل شما خر مقدس و فلان اینا نیستیم، ما افتخار میکنیم. یک دخت زیبای رعنای آریایی بشه شهریار ایران. بدبختا شغل فغل فتوفت مال خودتون. و این هم به شما بگم، فکر نکنید چه سیاوش اوستا بچین میشده و حرم امام رضا و فلان اینا. من 16-17 سالگی در مشهد وینروالد رو مدیریت میکردم، رستوران با موزیک که کابار مانند موزیک زنده و آدم های درست حسابی شهر میادم اونجا شبا میرقصیدن، خود منم میشستم رقص اونها رو تماشا میکردم. موزیک زنده احسان تقویان، افشین دیهیم، سراج، اینا موزیسین های من بودن. ما از قدیم هم همین بودیم. فکر نکنید یک شبه اومدیم و حالا اومدیم مثل خیلی آقا. من همون موقع یادمه، الان چنیدین که این فرنسی ها دختره رو کشتن چون عرب بوده بود، رفته بود با کار سکسی، حرف سکسی زده بود، حرف زده بود، کشتنش پسر رو. حالا کار ندارم. انسان برای ما زیباییش همون زیباییست که خدا آفریده. چادر و چاقچور و اینا برای شما مقدسه. بدبخت ها بیچارا، ما افتخار میکنیم به زیبایی، زیبایی که دخت ایرانی داشته، داره و الان هم داره و الان هم پیروز شد در ایران. هر کسی که میاد میگه حجاب سرت کن، میزننش. و شما مردا باید غیرت کنین، در دفاع دختر اینا رو بزنین، کلانتری هم برین نترسین. کلانتری هم رفتین بگین آقا من امر به معروف کردیم، ما نهی از منکر کردیم، امر به معروف کردیم. این لندهورای گوساله مزاحم ناموس مملکت ما شده بودن، ناموس ما خواهر ماست، ما زدیمشون. بله اونا ناموس شما رو داشتن میزدن، ما همینا زدیم. به خدا بی شوخی میگم برید بزنید، اینجوری دفاع کنید. ارتش شاهنشاهی، نیروهای پلیس شاهنشاهی، نیروهای اطلاعاتی امنیتی در همه ارگانها زیادن. هرگز نترسید. زندانم که برید از توماج صالحی که خطرناکتر نخواهید بود. ما قول دادیم آزادت میکنیم. توماج جون دوبارم گرفتند آزاد شدی. قدرت شما، قدرت ایران آریایی در جهان قوی است. قدرت دارید شما مردم. خودتون هیچ حساب نکنید. خودتون رو هیچ حساب نکنید. الان همین به مناسبت عید نوروز چندین هزار نفر از زندانیان عزیز ما آزاد شدن و رژیم الان اون رژیم سابق نیست، آب شده. در برابر شما هر چی بیشتر شما مقاومت کنید، پایداری کنید، بیشتر تسلیم میشه. این رو از من بشنوید، خواهش میکنم. به چه زبونی اینها بیان به شما بگن در داخل کشور که آقا ما با شماییم؟ به چه زبون بیان بگن آقا ما با شما هستیم؟ ببینید فیلم ساختن از همون زمان فیلم امام علی، بعد تا مسافر ری، بعد تا اون کلا پهلوی که رضا شاه میاد آخونده دیگه دست با میزنه کتک میزنه، یکی هم چیزی بود. بعد نازنین های من،
مسافر ری رو که ساختن تو اون نشون میده که دختر ما رو چجور به بردگی گرفتن، میبرن چجور سادات تازی گنجینه ها دارن که میان وارد ایران میشن با گنجینه هایی که دارن میخوان همه رو بخرن و بنی هاشمی میکنن. مسافر ری برید ببینیدش. نام ابراهیم اشتر، ملیت عرب، اقدامات جنگیدن در رکاب مختار ثقفی، شهرت در ایران وحشتناک. نام رستم فرخزاد، ملیت ایرانی، اقدامات دفاع از خاک ایران، شهرت در ایران ناشناخته. نام رادمان پورماهک، ملیت ایرانی، اقدامات زنده کننده زبان پارسی، شهرت در ایران گمنام و ناشناخته. نام محمد ابن جعفر، ملیت عرب، اقدامات حمله کننده به خاک ایران، شهرت در ایران بیش از اندازه. نام یوتاب، ملیت ایرانی، اقدامات آخرین مدافع ایران در مقابل اسکندر، شهرت در ایران در حد اسم. نام سوسانا، ملیت کره‌ای، اقدامات فتح صدا و سیما، شهرت در ایران بیش از اندازه. نام سلمان فارسی، ملیت ایرانی، اقدامات خیانت به ایران، شهرت در ایران بسیار زیاد. نام بابک خرمدین، ملیت ایرانی، اقدامات 22 سال دفاع از ایران در مقابل اعراب، شهرت در ایران خیلی کم. هر کشور این اسطوره ها رو داشته باشه ازشون هزاران فیلم تاریخی میسازه، اون وقت ما به تاریخ بیگانه بیشتر اهمیت میدیم. لطفا نظرتو کامنت کن و این پست رو به اشتراک بذار. اون امام علی که یارو مست میکنه رو بو میده دهنش رو نماز عوضی میخونه. خب آمدن همه اینا که زیاد هم هست، تایی که آخر دیگه آخوندار میزنن با تیر میکشن و فلان و میکتک و درگیری و فلان، اینا رو به شما که نشون میدن که حرکه که نیست. که ده ها فیلم اینجوری ساختن، ممنوع کردن سابق، ممنوع. من خبر دارم سینماگران ما نازنینا ده ها فیلم ساختن تا اینا رو ممنوع کردن. رضا رویگری که نقش یکی از سرداران بابک خرمدین رو بازی میکنه که عربر میندازه میگه تو عرب میکشی بگوش چیکار داری برفا، میگه ما هر کسی را مورد نمیکشیم فران. دیدید که کاره اینا ما مسافر ری از که خب فیلمساز میاد 10 ساعت فیلم میسازه برای نیم ساعت. مثل که الان مصر اومده حسن صباح ما رو ساخته، عمر خیامی پوفیزا رفتن برای ما فاطمه زهرا حسین محمد علی کربلا عاشورا یوسف زلیخا نشون میدن. یوسف زلیخا ایران رو بیان نشون بده، سیاوش و سودابه است. این پوفیزا اینا یا کمیل دای کمیل که میخونید، این کمیل کی بوده مگه؟ کمیل کیست؟ کمیل ابن زیاد نام شخصی است که در سال 36 هجری از سوی علی به حکومت پارس در ایران منصوب شد. او بر تمام منطقه پارس حکومت میکرد. پس از چند کمیل آگاه شد مردم پنهانی به زیارت آرامگاه کوروش میروند. او برای جلوگیری از این کار و بیدار نشدن احساسات ملیگرایان در بین ایرانیان تصمیم گرفت آرامگاه کوروش را ایران کند. هنگامی که اقدام به این کار کرد، مردم دلیر پیروزآباد، شهر گور که آن زمان از شهرهای پر رونق منطقه بود، بر علیه او شوریدند. کمیل پس از کشتن هزاران ایرانی به شام گریخت. امروز کمیل کسی است که دعایش ما را به بهشت می‌برد و مسلمان‌های ایرانی به ویژه آنها که غربت کوچ کردند از روی ناآگاهی، هر هفته دست جمعی شبی را به خواندن دعای کمیل می‌پردازند. شما بایستی مردم این رو بدونید که با شما آقا آمدن این فیلم دوربین کار گذاشته بودن، این آخونده به ما تحت هم میگذاشتن و کارهای سکسیشون رو فیلم ها رو منتشر کردن. چون تو فکر کردی اون فیلم رضا حسین علی اکبر داریوش کوروش محمد میتونه امکان داشته باشه که یکی از رهبران نظام دو تا برن همخوابه بشن مرد بعد دوربین هم کار بذارن؟ خب اینا نیروهای اطلاعاتی شاهنشاهی گرفتن پخش میکنن که آبرو اینا رو ببرن. قدرت باید داشته باشید، شما بدونید قدرت دارید. وقتی میان میگن آقا لاریجانی رئیس قوه قضاییه، بچهش جاسوس آمریکاست، جاسوسه، تو دفترش دختری که داره کار میکنه جاسوسه انگلیس و آمریکاست، اینا رو اطلاعات از کجا در میارن؟
خب اطلاعات از درون خود نظام اینان به هزار زبان بی زبانی دارم. یا مثلا همین اخیراً همه شون میگن آقا ما دستور ندادیم کسی رو بزنن بگیرن، قانون رو اینا دارن میبرن مجلس، مدتیه قانون رو تصویب کنن به خاطر حجاب رأی نمیاره، میندازن کنار، تو خود خودشون درگیرن، آخوندا الان با اینا درگیر شدن. خب اینها همه داره یعنی به شما میگه که آقا تو هم میتونی کتک بزنی مزاحم زن مرد رو و برین دادگاه، برین کلانتری، آرگومان یعنی استدلالتون، استدلال این باشه که این آقای ریشو مزاحم شده بود، ما رفتیم دختر ایرانی نجات دادیم. در شهر سبزوار یک جوانی رفت همین کاری کرد، اون جوان کشته شد و اون جوان رو به عنوان شهید و خود بخشی از نظام اون بزرگ داشت. بعد وقت اینا شعارهای امکانات و تبلیغات مثبت به نفع شماست که یاد بگیرید بیاید اقدام کنید دیگه، نه اینکه بشینید اونجا بچه ما اینه کتک بخورن بلا، نباید جشن اجازه رو بدید. حالا شاهزاده رضا پهلوی سابق بوده، حالا رفته اونجا، خیلی ازش سپاسگزاریم، بزرگترین خدمت رو به آیین اوستا کرد. و رضا پهلوی امروز همچون که خودش رضا پهلوی سابق نیست، مشاورانش مشاوران روشن اندیش خردمند ایرانی آریایی هستند که تجربه های وسیعی در میدان نبرد با خود همین نظام نفوذی هم اگر بودن نفوذی بوده، بعد وقت اگه کسی جایی کسی دیدی بیچاره. و انسان های خردمند باهوش ایران دوست الان در کنارش هستن به عنوان مشاور، دیگه چپول مپول های مارکسیست پارکسیست های توده یای سابق و فرینا نیستم، یکی دوتا آدم ترگور برگور اندیشمند ایرانگرای اوستاگرای زرتشت دوست کنارش هستن، اینا همه مهم مؤثره. بعد از همه مهمتر سه تا دختر داره، دختراش دخت امروز اندیشمند روشن فکر دیگه، مامان بزرگ ننه فریده نیست که بخواد بیاد ننه فریده اینا رو هاخ نمازتون رو خوندین روزتون رو گرفتین یک روزه ابوالفضل هم تو این پاریس بذاریم، این خیابون نزدیک برج ایفل خانمان گنده یک روزه آیت الله روحانی اینجا بود، اینم بگم امروز که دیگه آیت الله روحانی رفیق منم بود، بهش بودن آخوند ساواکی نزدیک 300 متری خونه فریدخان خونش بود، یه بعض وقتون برفت خونه فریدخان روزه میخون، یه بار دو بار به من زنگ زد گفت فلان جون ما بیا بریم روزه ما رو اینجا گوش کن کمتر توی رادیو به آخوندا بپرینا روزه میخون. خب الان اونم نیست تو خانم. و بعدم شهبانو خودش عزیزمه، این زن بزرگوار بارها اومده خودش گفته آقا هرچند دوربر شهبانو هم تا همیشه جاسوس ماسوس انگلیسی آخوند و اینا بودن، اینا همیشه بوده، جاسوس ها که آدم نمیشناسی که، جاسوس که اینجاش نرمشته، جاسوس میاد شهبانو میشه تاریخ فلان میده 1500 شاهنشاهی تاریخ فلان فلان و اون میاد نیزه 1400 شبزی اون جاسوس، اینا جاسوس هم شهبان هم دیگه آخر عمری یا رو آخر عمری شکنه بخواد بیرونش کنه، حقوقش بهش میده زندگیش رو بگذارونه. اینا رو زرنگ باشید بفهمید، به شهبانو توهین نکنید، به رضا پهلوی توهین نکنید، بفهمید دیپلماسی یعنی چی، سیاست یعنی چی، خصوصا این جریان لنه رو که به شما گفتم، برای که دیگه همه چیز شما گفته باشم چون دوستتون دارم بلات ایران شاه خیلی اصابالی بود از وقتا از دست فرید خانم و حزب الله بازیاش، سجده بازیاش و قطب بودنش و از اینا ناراحت بود، اینو بود بگیم الان، من نمیگم ای به ننه هاتون رو روشن کنید، باباهاتون رو روشن کنید، خب این مشکل تاریخی ما بوده. الان دیگه نسل نور و ایمان و فرح یاسمینشون نمازخون و روزه خون نیست، مادرش مدرنه، خب بچه های مدرن هم بارو برده، بچه های فکر بابا هم میتونه نوز کنن و این شد. حالا اگه یک بار یه موقعی 10%، 2%، 5%، 20% آدم به کسی انتقاد داره نفیش که نیست، یا کسی یک اشتباهی خطایی میکنه دوستمونه که تذکر میده، اینم تو ذهنتون بکنید. جریانه که یاسمین دیگه ننه نیست که ننه بازی به خاطر اون اندازه و سید بازی با بچه‌هاش، بچه‌هاش فرمانده هستن مثل دختران آریایی،
من یک هدیه امروز به جهان آریایی بدم، اونم اینه که ببینین بعضی وقتا محمد رضا شاه، شاهنشاه آریامه، شهبانوی عزیزم، خانم خانم خوشگل خوشگلا، قد بلند، ابرو کمند، بسکتبالیست و شاه یکی از افتخاراتش محمد رضا شاه بود که یک دختر تهی‌دست دیر که توی یک اتاق دو در سیمتری اینجا زندگی میکنه، بورس تحصیلیش تموم شده، پول نداره، مادرش بنده خدا کار میکنه تو شالیزار مالیزار، خودش نمر شهبانو گفته، میره او رو میگیره، یه از شکوه و عظمت پادشاه ماست، آخرین پادشاه ما که به زودی شهریاری باز دیگر خواهد آمد. ببینید شاه محمد رضا شاه آریامه اگه تاج سر فرح میذاره میگه تاج سر زن ایرانی گذاشتم. میگه چرا شاهنشاه؟ میگه همه مردم ایران شاه و من شاه شاهان و و و الاخر. حالا اونی که میخوام به شاه بگم که ببینید از چقدر زله بوده از دست این ننه ها، این سید بازی ها یا خندک بازی ها، شما یاد بگیر ننه خود تول برو روشن کن عزیزم، کومیل و مومیل و خالد ابن ولید و اینا رو اول ننه خود روشن کن. محمد رضا شاه این رابطه قبلا خیلی مهمترش رو به من لیلا تعریف کرده بود و علیرضا همینطور، و با ایکونا هم خیلی حالت تروریزه و ترس داشتن تا وقتی فرید خانم زنده بود. حالا ولی اینجا توی فیلم چند ثانیه که شما میبینید خیلی قشنگ میبینید که خود شهبانو میگه پادشاه وقتی من دیر میکردم به بچه میگو برین ننه چونه صدا بزنی بیاد. البته سر وقت بودم و خوشبختانه به من یاد دادم. بعضی وقتا که مثلا میرفتیم خونه بمیرم یکی چیز بودی که مادر یکی از مادر خوشم مثلا تو ماشین بودن، بعد مثلا من هنوز حاضر نبودم، بعد به بچه ها گفتم برین ننه تو بسید، بعد مثلا من هنوز حاضر نبودم، بعد به بچه ها گفتم برین ننه تو بسید. انسان تغییر میکنه وقتی محیطش عوض میشه، وقتی دوستاش عوض میشن، وقتی که اطلاعات ذهنیش عوض میشه، وقتی یک تلنگر شمسگونه بهش وارد میشه، یک تلنگر شمسگونه. خیلی از کارهایی که ما گفتیم و نوشتیم، مثلا الله اکبر یعنی چی؟ محمد رو یک سلمان فارسی یاد میداده لقد نعلم آیه قرآنه و و این همی که ما گفتیم و نوشتیم توی چه سال، یه تلنگر بود، میزنی یارو میره خودش اوه اوه خروار خروار اطلاعات جمع میکنه میاد، بعد بعضی وقتی یه یارو جا افتاده نمیفهمه کی خره، مثلا قیصر یارو افتخار میکرد پاشته یافشه میکشید باید من قیصرم. حتی خود یارو که فیلم قیصر رو بازی کرده اینجا تو بارش که برای من کار میکرد اون موقع گفت قیصر، وقتی به من میگم قیصر اصلا من لذت میبرم، گفتم چطور لذت میبری؟ بیاد قیصر رو میفتی، گفت نام قیصر مرد مرد نگه، گفتم خله قیصر خواهرش بهش تجاوز کردن، برداشت همه رو کشتن، به خواهرش تجاوز کردن، این خواهر پولا تو قبول یهو فکر روز عزیز درود بر شما آقای با روز موسیقی بربر شما موسیقی عباسی عبار شما چطوره؟ بعد شما شما ستون عزیزم ما هم بد نیستیم، در مملکت شما هستیم، اینجا داریم خودمون آماده میکنیم برای 25 یعنی چهارشنبه برای رستم دیگر اسفندیار دیگر که اینجا اجرا خواهد شد و بعد از اجرای اینجا هم انشاءالله به کانادا میریم که اونجا اجرا خواهیم داشت. خیلی متشکرم. در سراسر اروپا که انشاءالله همونطور که گفتی خب کانادا را آخرین ماه هست انتخاب بکنی. آیا عباسی شما ما رو شرمنده میکنید؟ قربونت برم بروز من ممنونم ازت، خیلی ممنونم که این محبت به من داری، خیلی خیلی ممنونم. درست اومده برحال واقعیتی است و و و یک نکته دیگه بروزان اگه اجازه بدی من اینجا روی آنتن بگم، اون اینه که به اطلاع شنوندگان عزیزمون برسونم که 25 مارس من ازت خواهش کردم که در میان مردم باشی بعد از پایان برنامه. حتما حتما این دفعه این کار خواهم کرد، اون دفعه به خاطر اینکه هم ازدحام زیاد بود و هم اینکه پشت صحنه یه جوری یه مسائلی پیش اومد که تا من اومدم برسم به مردم و وارد سالن بشم دیگه مردم رفته بودن. و تمام تیمت که تو این تو شما هم خسته نباشی که این مهم و به هر حال به عهده گرفته بودی که در تمام این تور و در اجرای پاریس به خصوص سر شب اول این مهم به گردن شما بود و من صمیمانه از شما تشکر میکنم قربونت برم بابت اینکه به هر حال مسئولیت تهیه این
مهم و به نظر من، چون واقعا به نظر من یک کار مهمی بود، به خصوص که یک کار کلاسیکیه که کمتر اتفاق افتاده و کمتر بوده تا حالا و خوشبختانه موفق بوده. این هم برای من هم برای شما فکر میکنم که افتخار بزرگیه. قربونت برم، واقعا منم خیلی خوشحالم. یا اون شما نفهمیدین یا نبوده سرتون، قیصر فکر میکنه که یه افتخاره است. بابا قیصری خارفلان توی ایران مثل که الان حاجی سال هم، من اینو گفتم مدت هاست گفتم، خوشبختن الان توی فیلم کردن، فیلم بتونشون میدم، گفتم که آقا توی ایران وقتی به هم دیگه میگن حاج آقا، حاجی آقا، حاجی آقا یعنی مفعول، یعنی کسی که ترتیبشو میدن، مفعول، مفعول، حاجی آقا یعنی مفعول. چون بعدم تو عربستان هم که شنیدین هر کی میرفت حاجی میشد ترتیباشو میداد، اینا رو که خودشون نوشتن. حالا این مفعول بودن اینقدر اوج پیدا کرده تو ایران که آقا فیلم روش ساختن، تو سینمای ایران دو تا هنرپیشه معروفشون هم بازی میکنه، اکبر عبدی، ممرزا شریفی نیا. ممرزا شریفی نیا آخوند حاجی آقا وارد زندان میشه، قبل زندان باید دوشموش بگیره تا بره تو زندان، تا وارد میشه اکبر عبدی میگه آخ قربونش برم ماشاءالله چیز تازه فرستادم برای ما حموم رفته، بیا شما بریم بیرون دیگه، بریم بریم بزن ما کارمون کنم بعد براتون تعریف کنم. این تو خود ایران دیگه دارن میگن، یعنی تلنگر تو میزنی دیگه الان ایرانی همه میدونن که آقا سلام یعنی تسلیم، بیا هر کار میخوای بکن، حالا تو اگه ادامه میدی به سلام گفتن تو این هم کاری کارت خرابه. حالا حاجی آقا، حاجی آقا تو سینما آوردن دیگه، تو فیلم آوردن، اینی که ما سال هاست داریم میگیم که ملت ایران داره عملش میکنه. حاجی آقا این مانه کسب است. آقایون لاتای اضافه بفرمایند تو بندای خودشون بفرمایند اینجا رو خلوت کنه. بریم یا نوکرتا مهمون عزیزی داریم که تر و تازه در گل و برگل از همون در اومده، بعدم براتون تعریف میکنیم چه داستان گذشت. بیا جبا بفرما خوش مهمون عزیزی داریم که تر و تازه در گل و برگل از همون در اومده، بعدم براتون تعریف میکنیم چه داستان گذشت. بیا جبا بفرما. نظر داشته باشین که تحول و تغییر قابل ستایش و ستودنی است و هر کس تغییر میکنه و اندیشه نوین را اتخاذ میکنه، به سوی مردم میاد، فکر نو میپذیره، قدردان و سپاسگزارش خواهیم بود. قدردان و سپاسگزارش هستیم. امروز پرنس رضا پهلوی به عنوان سخنگوی نسل نو و جوان که اوستاگرا نوین نوین زرتشتی هستند، اینها در سطح جهان داره کارهایی میشه که بسیار مفیده و فردا مال شماست، آینده ایران مال شماست. تا الان زنان ایران پیروز شدن، مردها هم پیروز میشن و این پاستار ماستار قدیمی هم همه تو برنامه هست که ترتیب اینا داده میشه، هیچ که از قدیم نمیمونه، از قدیمی های اینا اون قدیمی هیچ نمیمونه، یک سری نسل نو و جوان هم میاد. و این من به شما بگم، قول بهتون میدم به جز اعرابی که در درون قدرت ایران هستن، زیادن اینها، ما فلسطینی داریم، از کشور دیگه اسلامی آفریقایی داریم، برای که اینا رو آوردن تو ایران، خود ایرانی که دیگه مسلمان نیست، خودشون گفتن، خودشون دارن تبلیغ میکنن، یخرجون من دین الله افواجا، چون الله که خدا نیست که، الله اله الف و لام حرف تعریف ایر گرفته بت قبیله قریش بوده، بابای محمد هم اسمش عبدالله، بابای محمد هم اسمش عبداللهه که میخوان بکشنش، سرش باباش میخواد ببره عبدالمطلب به خاطر نسل کرده اگه ده تا بچه بیره یازدهمی رو قربانی کنه، عبدالله رو برداشته بره سرش ببره بکشه، چون یک جوان قد بلند ابروکمند خوشتیپی هم هست عبدالله، دو تا خانم یهودی میان میگن آقا تو چرا این میخوای بکشیش عبدالله رو؟ میگه من نسل کردم. این نسل چیه؟ ما به دو تا شطور میدیم. ولی این گفتم دوباره میگم، هم هر چیزی رو باید یادآوری کنید چون نسل جدید میفهمه، باز بچه ها میان این روی کار میکنن. خب دو تا خانم یهودی عبدالله رو میخرنش، چند تا شطور میدن به باباش، میگه این شطور رو برو سر ببر بابا بده به ما. بعد از با همخوابگی با این خانم ها، محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله از مادر یهودی متولد میشه، چون از مادر یهودی متولد شده و مادرش دیگه نیست، پدرش هم اونجور نیست و فلان و اینها، این ور اوور بزرگ میشه، این ضد یهودی ها میشه،
اکثر این یهودیایی که خودش یهودیه ضد یهودی میشه چون بچگیش مشکل داشته مثل احمدی نژاد یهودی بوده مشکل داشته چرا تو جامعه یهودی نبوده بعد جامعه یهودم که نپذیرفته اونجور که باید یارو رو اینا زد میشن مثل گورک سایروس گورک سایروس از بچگیش میدنش دست یه خانواده که از جونش نجات بیرون نمیفهمه تو امیران ضد یهودی هست جریان اسرائیل و اینا فهم غزه مزه و هم آزرا گورک سایروس خودش یهودیه محمد خودش یهودیه ها؟ محمد خودش یهودیه بعد میره این ور اونور جاهای بصرا و متاکل عیسایی رو ببینه بعد اصلا وقتی میاد توی یثرب که میشه اسمش مدینه دوتا اوس و خزرج دوتا قبیله این رو به شرح برای انتخاب میکنه دوتا قبیله یهودی هن اگه یهودی نباشه که رئیسی خودشون نمی کننش ولی کینه داره از همونجا نامرده کسی که به قوم و قبیله خودش خیانت میکنه میزنه قتل عام میکنه قوم و قبیله خودش رو به خاطر قدرت و ثروت مثل خیلی دیگه که الان در سطح جهانی هستن جنگ آفرینی میکنن مدار شد این شد خب بعد از این موقع بنی هاشم که میگیم سادات بونم میگن بنی هاشم این اصلا کینه دلن اینا کینه تاریخی داره علی خامنی هم که خب جلدشه که سیده و از تبار اونا هست در این شکی نیست علی خامنی همه امام سیاه ها نسل محمد هن بنی هاشم هن اینا یه دعوای خانوادگی خودشون رو میان با خون من و تو دارن میذارن مردم ایران این رو فهمیدن و حتی قدرتمندان ایران این رو فهمیدن بچه هایی که تفنگ و هفتیر دستشون رو فهمیدن اندیشه ایرانی آریایی شما توی همین صفحاتی که چند تا شما معرفی کردیم دیگران هم زیاد معرفی میکنیم این صفحات تاریخ مدرن تاریخ پارسی تاریخ آریایی تاریخ دام اینا همه رو این کاره بچه ها در سطح جهان منتشر کنید روشن کنید خردگرایی رو ببینید بالا از همه مهمتر پیرپاتالا رو برید روشن کنید این کمیل ممیلا بگین کیان به خدا قسم به یزدان و اهورامزدا سوگند چون خداوند ما اهورامزداست الله نیست بت قریش اهورامزدا دانای تواناست هم داناست هم توانا من خودم از توی 45 سال پیش تجربه کردم هر کسی که فاشیست‌ترین آدم بوده باش صحبت کردم به راه راست هدایت شد الان در سینمای ایران در کادر سیاسی ایران در جایگاه های مختلف داخل و خارج از کشور افرادی هستن که تو این 45 سال من شخصا باشون بحث و گفتگو و نقاش و ادله و اینا دادم جدا از اینکه کتاب های من رو خوندن و فلان سر جاش و اینها الان در مسیر مردم قرار گرفتن همین هایی که شما میبینید در سطح جهانی مطرح میشه که در خود داخل ایران میان آبروی و حیثیت روحانیان ساخته شده استعمار رو و بنی هاشم ساخته شده بنی هاشم رو خانواده های محمد رو روم میسازه که بیان ایران داغون کنه روم میسازه اصلا در تماس هم با برید بخونین ام کلتوم دختر علی که زن خلیفه عمر هست ام کلتوم با زن امپراتور مصر روم در تماسه با هم کادو میدن کادو میگیرن قرار میدن به هم میدن کمک های نظامی میشه درست مثل همین حماس نظام داره یه تو رو برنامه بوده اصلا اسلام ساختن بچه های ام کلتوم هم بریم در بیارین تماساش با زن امپراتور روم ببینید به مردم بفهمونید که بابا داره سرتون کلا میره همون سوره روم رو که علکی نمیاره که بگه الله شو ایران رو نابود میکنه الله کیه خود محمد دیگه الله کیه رومه الله یه بت توی قریش توی کعبه ما گذاشتن توی خانه کیوان الهی قربون شما مردم آزاده و دلیر سرزمین آریایی برم من میبوسمتون افتخار میکنیم شما من اینقدر از مهر یزدان پاک سپاسگزارم که حد نداره یعنی ایران داره میره به اون سویی که بایستی بره در دراز مدت هم خواهید دید که با عقل جهان متحد خواهیم شد کشورهایی که عقل جهان هستن و با اونایی که حماقت در جهان هستن مدارا میکنیم مدارا با اونا مروت به کار میبریم و کاری میکنیم که ایران عظمت و شکوهش رو حفظ کنه ایران آریایی
ایران سربلند، ایران اوستایی، ایرانی که هر کجاش میشه آتشگاه. آتشگاه یعنی خورشید را در خانه داشتن، یعنی نور را در خانه داشتن، یعنی پاکی و مهر را در خانه داشتن، یعنی زیبایی، مهر، عشق را در خانه داشتن و پرستاری کردن، ازش پرستاری میکنی. سپاسگزار مرجان جان و امیر شجره هستم. بابو سومر، تا برنامه دیگر، بدرود و یزدان. پذیرا می شوم مهر تو را از جان، تو را من برگزیدم از میان این همه خوبا، این همه خوبا. بوم خوبا بابا خوبشو بردی، خانم خوشگل شهر امشب عروسی داره، تو قلب شازده دوماد قصر بلوری داره. دوماد شکاری کردی، عجب شکاری کردی، به این عروس نازه چه افتخاری کردی. به نام نامی یزدان، تو را من برگزیدم از میان همه خوبان. امشب این دو یار سر بر آستان مهر یکدیگر می‌نهند با دلی خوش و دانش به این که زندگی جایگاه نبردی است چه فراز و نشیب. دفترهای نفیس پیوند زناشویی به سبک آریایی. مهربان یاران، آیا معنی خطبه عقد و ازدواج که به زبان عربی خوانده می شود را می دانید؟ برای جاودان نمودن جشنهای عروسی خود و فرزندانتان، از اسناد بسیار زیبا و نفیس و شیوای پیمان نامه پیوند زناشویی به سبک آریایی، اثر سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی بهره ببرید. مینوش که عمر جاودانی نه، خود حاصلت از دور جوانی نه. هنگام گل و مل است و یاران سرمت، خوش باش دمی که زندگانی نه. چهار جوان سپید پوش وارد باغ می شود. چه می خواهید؟ حکیم بزرگوار، جان شما در خطر است و ما وظیفه نگهبانی شما را داریم. نگهبان من همانی است که بی خبر من مرا به جهان آورده است. شما نیز به خانه های خود بروید. درود گرم مرا به خداوند الموت برسانید. از شهر نیشابور سرباز بگیرید. من سفارش نهایی شما و پیشوایتان را به پیر نیشابور کردم. شهر با شماست پیر و جوان، بروید و دستورات حسن صباح را عمل کنید تا این بیگانگان شب پرست را از سرزمین رودکی و فردوسی و پور سینا و دقیقی بیرون برانید. شمشیرهایتان بلنده تر باد، خنجرهایتان تیزتر و خونین تر باد. با صحراگردان جنگجو که به خاطر اندیشه و عشق به میهن ما را به مسلخ میبرند و تکه تکه میکنند، به جز با تیغ نمیتوان سخن گفت. ما با خواجه نظام الملک شیوه سیاست مداری را تجربه کردیم و بهای سنگینی پرداخت کردیم. باید سران بیگانه را زد. به سرانگشتان نظام کاری نداشته باشید. به حسن صباح بگویید سرها و مغزهای ترکان و تازیان را بزند، آنگاه آنها خود از این سرزمین اهورایی خواهند رفت. چشمان جوان سپید پوش خنجر در کمر پر آب شده است، گویی که البرز و دماوند است که گریه می کند. خیام آنان را در آغوش می گیرد و می خواند: خوش باش که پختند سودای تو دی، فارغ شده اند از تمنای تو دی. قصه چه کنم که بی تقاضای تو دی، دادند قرار فردای تو دی.
جوانان راه خود را می گیرند و خیام وارد باغ می شود و درب را به پشت سر خود می بندد.